سلام علیکم به همگی. من کلی هستم. فکر کردم که خوب باشه که این ویدیو رو الان درست کنم که چجوری برگشتم، چرا برگشتم و چه دلیلی داشته. یه توضیح کوچیک این که برگشتن در واقع به همون معنی تغییر دادن دینه، ولی من از برگشتن استفاده میکنم به این دلیل که توی اسلام همه مردم پاک به دنیا میان. و ما موقعی که به دنیا میایم اشتباه و یا گناهی نداریم، همونطور که توی مسیحی هم میگن که بچه موقع به دنیا آمدن پاکه. واسه همین منم میگم برگشتن، چون دارم دوباره به همون نقطه برمیگردم. خب من مسیحی به دنیا آمدم، تو کلاس یک شنبه شرکت میکردم توی کلیسا با برادرم، یه زندگی خانوادگی عادی داشتم، مادر و پدر و سه تا برادر که به نظرم یه زندگی عادیه. پدر مادرم وقتی 8 سالم بود از هم طلاق گرفتن و من با مادرم اومدم که اینجا زندگی کنم و چیزای خوب ناخودآگاه یه جوری عجیب غریب شد و تقریبا همه خانواده از مسیحیت در اومدن به جز من. من همونطور به کلیسا میرفتم، مامانم منو تنها در کلیسا پیاده میکرد و من میرفتم و گوش میدادم و یاد میگرفتم و بعدم میومد من رو برمیگردون. بعدا در سن 13 سالگی شروع کردم ازش دوری کنم و تقریبا دیگه مسیحی نبودم. به همه میگفتم که مسیحیم ولی نبودم. وقتی تقریبا 15 سال و نیمم بود از خونه رفتم بیرون که مستقل زندگی کنم، چون مادرم و شریک جدیدش داشتن با هم زندگی میکردن و به نظر من دیگه اونجا جایی ندارم. برادرم هم از قبل از رفته بودن و مستقل زندگی میکردن. منم احساس میکردم که دیگه به اون خانواده تعلق ندارم. مامانم بهم کمک کرد که مستقل بشم. یکم عجیبه، اصلا جلوم رو نگرفت که مستقل بشم. الان که بهش فکر میکنم یکم ناراحت کننده است، ولی اون موقع خیلی خوشحال بودم که تنها دارم زندگی میکنم. تو 16 سالگی شروع کردم که مدل بشم. به من گفتن که میری میلان، این کارو میکنی، اون کارو میکنی، فقط تنها کاری که باید انجام بدی اینه که مایو بپوشی و 4 اینچم کم کنیم. اولش که بهم گفتن گفتم آره میتونم این کارو بکنم، میتونم. وقتی بهم گفتن که وزنم زیاده و برای مدل شدن باید وزنم رو کم کنم، احساس کردم که یه چیزی اشتباهه و من برای آخرین بار برای مسابقه کردن برای مدل شدن رفتم. وقتی رفتم اونجا تقریبا 20 تا دختر دیگه هم اونجا بودن. با خودم فکر کردم اینا نزدیک به چند روزه که تقریبا هیچی نخوردن، شاید فقط سالاد خوردن و دارن میرن اونجا و بهشون میگن که نباید اینو بخورین، نباید اونو بخورین. و با خودم فکر کردم که من همین الان از یه شیرینی فروشی اومدم و با خودم فکر گفتم که من باید برم خونه، جای من اینجا نیست. مشخصه که اون کار رو نگرفتم، چون کلی آدمای لاغر و باریک دور و برم بودن و از مدل بودن اومدم بیرون. فکر نکنم به خاطر استام بود، بیشتر راجع به خودم بود به عنوان یک زن که حد خودم رو میدونستم. تو مدل شدن هیچ مرزی وجود نداره. زنای مدل هر کاری میکنن، همه لباسشون رو در میارن، هر چیزی رو میگن، هر کسی میشن، حاضرن هر کاری بکنن فقط برای اینکه یه عکس بگیرن. با خودم فکر کردم این زندگی یه مدله مگه نه. من شهادتم رو خیلی عادی و بی سر و صدا گفتم، نه توی یه جمع شلوغ پلوغ، چون نمیخواستم اون همه غریبه توی یه جایی باشن که یه اتفاق بزرگ توی زندگی منه. تنها نبودم، با یه نفر دیگه بودم، ولی نمیخواستم اون همه آدم اونجا باشن. مادر پدرم خیلی ازم حمایت نکردن که مسلمون شدم، هنوزم راستش حمایت نمیکنن. مامانم بعضی وقتا جلو ما نمیذاره، بعضی وقتا به کسی که قبلا میشناختیم میگه که مسلمون شدم که بهم بخندن یا اینکه یعفی بزنن که مسخرم کنن. وقتی سال آخر دبیرستان بودم، البته من یه سال دیگه هم داشتم ولی بعد از اون سال ول کردم، با یه سری دوست جدید آشنا شدم، چون دوستای قبلی میخورده کم کاری میکردن، همش مهمونی میگرفتن، درس نمیخوندن و زندگیشون داشت به جایی میرفت که تهش معلوم نبود و من نمیخواستم جز اونا باشم. چند تا از دوستای جدیدم مسلمون بودن و من اینو نمیدونستم، یعنی من باشون دوست نشدم چون مسلمون بودن. چند تا پسر و چند تا دختر، نه فقط یکیشون. من یادم میاد که داشتم به یکی از دوستام SMS میدادم و گفت نمیتونم پیام بدم چون توی مسجدم و من به خودم گفتم این جای جادویی کجاست که نمیتونی توش پیام بدی، ولی اون سعی نکرد که توی پیام قانعم کنه و این خیلی برعکس چیزی بود که
راجع به مسلمان ها میشنیدم توی تلویزیون، چون من توی کشورهای غربی بزرگ شدم و ناخودآگاه اون فکر منفی رو راجع به مسلمان ها داشتم و خیلی اشتباه میکردم و فکر میکردم که اونا همشون یه سری آدم بدن و فکر میکردم اونا از همه بدشون میاد، ولی اصلا اینجوری نبود و خیلی خوشم میومد که وقتی مسلمان ها با هم حرف میزدن میگفتن سلام برادر، سلام خواهر. خیلی قشنگه، توش خیلی احترام هست توی دین اسلام، توی هیچ چیز دیگه ای نمیبینیم. و شروع کردم به نگاه کردن و گشتن دنبال این چیزا. یه چیزای خیلی برعکس بود. بعضی روزا بیدار میشدم و با خودم فکر میکردم این یه دین و فرهنگ مسخره است که نمیخوام من این کار انجام بدم. و یه روز دیگه بیدار میشدم و با خودم فکر میکردم که چرا یه همچین فکری کردم. خیلی تغییر توش بود. پیش خودم میگفتم میخوام لباسای کوتاه بپوشم، میخوام موهامو بیرون کنم. ولی آدم تغییر میکنه، مثل من که الان تغییر کردم و خودم رو اینجوری خیلی بیشتر از قبل دوست دارم. یک سال پیش حجاب رو پوشیدم، ولی من تقریبا هر روز که از خواب بیدار میشم باید به خودم بگم که من یه مسلمونم. اینطوری نیست که از خواب بیدار بشم و بدونم که من مسلمونم، باید هر روز به خودم یادآوری کنم. وقتی خودم رو توی آینه میبینم بدون روسری پیش خودم میگم که نمیخوام اینو بپوشم، بعد اینو بپوشم و به خودم بگم که من یک مسلمونم، به خودم یادآوری کنم. نمیدونم که کی تموم میشه این موضوع، ولی امیدوارم که تموم بشه. شما که مسلمون به دنیا آمدید، شما هم باید هر روز به خودتون یادآوری کنید که مسلمونید، نه که مثلا هر روز بیدار میشید و میدونید که مسلمونید. نمیدونم، من میخوام که اینطوری باشه، میخوام که بیدار شم و بدونم که مسلمونم، به جای که مجبور باشم هی به خودم بگم. پدرم از این متنفره و هر وقت که میبینمش، که به سختی هم میتونم ببینمش، به میگه که من میرم به جهنم و اگه این را ادامه بدم و میری به جهنم. پدرم مسیحیه، ولی فقط برای خودش مسیحیه، نه مسیحی واقعی. نمیره کلیسا. اون یه کتاب رو میخونه که توش نوشته که چجوری انجیل رو بخونن، که من فکر نکنم روش خوبی باشه، چون بالاخره یه آدم اون کتاب رو نوشته که چجوری انجیل رو بخونن و یکم تناقض توش ایجاد میکنه. این چیزی که من تو قرآن خیلی دوست دارم، چون فقط یک روش وجود داره، همه مسلمونا به روش میخوننش، نه روش مختلف. بعضی هم این کارو میکنن، ولی تو قرآن رو میخونی و همینه که هست. من نمیتونم چیز دیگه ای بگم الان راجع به برگشتنم یا تغییر دینم یا هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید. کلی دینشو به اسلام تغییر داد.